نمیخوام میخوام صحبت انگیزشی علکی بگم یه واقعیته اگر تلاش بکنید میتونید شما هم اگر شرایطش رو پیدا بکنید بهش برسید ناامید نشید الان قوانین خیلی بهتر شده الان این قوانین مهاجرت کاری و نمیدونم هی دارن قوانین رو بهتر میکنن اقامت دائم میشه زودتر گرفت پاسپورت میشه زودتر گرفت اون که ما آمده بودیم همه اینا کلی طول میکشید و انقدر بد بودن اینا خیلیا متاسفانه خونه هر رو میبینن خوششون میاد بلند میشن میرن توش با شپاکاسه قرارداد وام ببندن چند ساله دیگه اینجا اداره خارجی ها نیست فکر کنم الان یه 7 8 سالی باشه اینجا رو تغییر دادن واقعا یادش بخیر 20 سال پیش همینجا توی اداره خارجی ها اومدیم با پدرم مادرم خواهرم اومدیم اینجا ویزا بگیریم و خلاصه با یه ویزای توریستی اومدیم آلمان بعد اومدیم ویزای از این اقامت ها بگیریم و رفتاری که با آدم داشتن اونجا الان یادم میادش اصلا اومدیم اینجا ویدیو رو جلوی بانک بگیریم ماشین رو این وقتا پارک کردیم حالا بچه های هانوفر میدونن بانکش پارکاسه این موبیلین سنترش این جلوه ها. اینجا آسلندا به قدیمی هانوفره و واقعا خیلی عجیبه 20 سال چقدر سریع گذشت یعنی تفاوت اینجا تفاوت این آسلندا به اداره خارجی ها و یه خارجی بودن و اینکه با آدم بد برخورد میکنن با این بانکش پارکاسه که میخوایم بریم اینجا واقعا شاید 20 متر هم نباشه اما دقیقا 20 سال برای بعضی ها وقت میبره اگه اطلاعات نداشته باشم بیشتر بچه ها خوبین چطورین ویدیو امروز راجع به این موضوعی که ما اگر که یک آگهی خونه میبینیم توی یه بانکی مثل همین شپارکاسه که الان میخوام ببرمتون این آگهیه آیا جوریه که ما باید حتما اگه این خونه رو میخوایم بخریم واممونم از همین بانک شپارکاسه بگیریم یا نه لازم نیست میتونیم مثلا واممون از دویچه بانک بگیریم ولی خونه رو از بخریم این سوالیه که خیلی ها دارن توی خیلی از مشاوره مثلا من بچه ها پرسیدن میخوام پاسخش اینجا بگم ولی میگم مثلا این اصلا نبرده منو پرت کرد به خاطرات 20 سال پیش یه چیزی هم لابلای اینجا پرانتز باز کنم اگر که تازه اومدید تو آلمان ناامید نشید الان قوانین خیلی بهتر شده الان این قوانین مهاجرت کاری و نمیدونم هی دارن قوانین رو بهتر میکنن اقامت دائم میشه زودتر گرفت پاسپورت میشه زودتر گرفت اون که ما آمده بودیم همه اینا کلی طول میکشید و انقدر بد اخلاق بودن اینا اصلا عجیب غریب بد اخلاق بودن کارمندای آرسنال باید چون سیاست آلمان اصلا اینجوری نبود سیاست آلمان الان سیاست حالا درهای باز هستش تا حدی و با خارجی ها حداقل قوانینشون مهربون تر شده میگم برای خیلی ها اولش توی همچین جایی شروع میشه و آسلندا به هرده و سختی ها و اینا ولی بعدا به شغل و به خونه و در واقع به زندگی حالا رفاه بیشتر این نه میخوام صحبت انگیزشی الکی بگم یه واقعیته اگر تلاش بکنید میتونید شما هم اگر شرایطش رو پیدا بکنید بهش برسید هم, هم نمیتونن چیز عجیبی هم نیست یه کسی میتونه خونه بخره یه کسی هم نمیتونه خونه بخره ولی اگر شما توانایی خرید خونه رو داشته باشی ازش استفاده نکنی خب این یه ذره غم انگیزه ولی خب اگر نمیتونی هم که هیچ اما بریم سر بحث اصلیمون این بانکش پارکاسه اینجا من فکر کنم بریم جلوی بانک بهتر باشه بریم جلوی بانک ببینیم آگهی به در دیوارش نه بعضی وقتا این بانک ها که شما مثلا میری اونجا میبینی که به, شیشه چندین چند تا آگهی خونه زده اولین چیزی که باید بدونیم اینه که آقا این ماکلر این خونه یه ماکلری هست که حالا بهش میگن ماکلرش پارکاسه ولی اون بانکش شپارکاسه نیست یعنی در واقع این خونه هست. یه شرکت ماکلریه که داره اینو گذاشته برای در واقع برای عموم که ببینن یه مشاوره املاکه حالا اسمش شپارکاسه است لوگوش داره جشنه اینجا چه خبره بانک های دیگه این گزینه رو دارن میگم احتمال زیاد دیدید و خیلیا متاسفانه خونه هر رو میبینن خوششون میاد بلند میشن میرن تویش پارکاسه قرارداد وام ببندن چندتا مسئله ممکنه اینجا به وجود بیاد ممکنه شرایط بعضیا به شرایطش باکسه نخوره همینجا برای کسایی که جدیدن این نکته رو توضیح بدم هر بانکی قوانین خودشو داره یه بانکی بود مثلا دو, سه دو سه ماه پیش به من میگفتش اگه طرف آلمانی بلد نیست حتی توی قرار محضر شو بارون گرفت حتی توی قرار محضر میتونه لازم نیست دلمه مترجم رسمی بیاد حتی رفیقش هم بیاد ترجمه کنه کافیه الان به من پیام داد همین هفته پیش یه قرارداد وام با اون بانک بسته بودم میگفتش ببین حواست باشه توی قرارداد خونه اسمی از دلمچر نید گفتم چی شما که سیاستتون این بود گفت بله تا دو هفته پیش الان تغییر شد سیاست بانک ها قوانین بانک ها در سال چندین بار تغییر میکنه هر بانکی پس اینم مد نظر داشته باشید اینا چی اینجا درست کردن عجب زده حالی شد خونه ها اون ورن بریم فکر کنم اوناش میبینی به دیوارش هستن بعد از همین دور ببینیم دیگه چون همه رو بستن متاسفانه و نمیشه رفت داخل خیلی ها میگن تویش بانکاسه توی همون بانکی که آگهی گذاشته باش صحبت میکنم میگن من میتونم وام بگیرم شرایطشون نگاه میکنه یا میگه نه یا اینکه مثلا یه شرایطی بهشون میده که سودش خیلی بالاست و اینا نمیدونم نمیدونن فکر کنم بعد از همینجا وام بگیرم پس سوالی که امروز تو این ویدیو قراره پاسخ بدیم این هست و پاسخش هم خیلی واضحه نه شما لازم نیستش که حتما اگر یه بانکی خونه رو گذاشته وام هم از اون بانک بگیرید بچه ها مثلا خیلی وقتا هست مشتری من توی هانوفره و میبینیم بهترین بانکی که وجود داره شپارکاسه هانوفر نیست بلکه مثلا فولکس بانک نزدیک هانوفره یا اصلا فولکس بانک شهر دیگه یا اصلا دویچه بانک یا اصلا بانکایی که اسمشو شاید نشنید اصلا آلیانس ارگو حالا هر چی اون بانکی که شرایط بهتر میده به این مشتری ولی میگه که آقا حقوقت کافی نیست که من الان بهت وام بدم پس من بهت نمیتونم وام بدم یا اینکه یه شرطی داره مثلا میگه بعد اقامت دائم داشته باشه چون اقامت موقت داره خب اقامت موقت هم سخته نمیشه بگیم نمیشه باش وام گرفت نه من همین هفته همین فردا صبح دقیقاً امضای قرارداد یکی از مشتریامه توی شهر فلنسبورگ که از جام سلام میدم بهشون که دقیقا اقامت موقت داشتن فکر یه ساله دو ساله براشون وام گرفتم بلوکات هم نبودن اتفاقا راه داره اما حالا حواستون رو جمع کنید فرض کنید بانک مثلا شپاکاسه یه خونه ها گذاشته و مشتری میاد پیش من میگه آقا خونه مال بانک شپاکاسه است من نگاه میکنم میبینم شرایط شپاکاسه خوب نیست سودش بالاست اما در عوض یه حسنی داره این مشتری من شرایطی که الان داره حقوقش نمیرسه که مثلا این خونه 400 هزار رو برسه حقوقش میرسه که مثلا یه خونه 360 هزار تایی وام بگیره یه مقدار اضافه تر منفی میشه خب شرایطش این شکلیه یعنی بانک های دیگه بهش وام نمیدن یا شرایط اقامتی شوریه که بانک های دیگه بهش وام نمیدن میایم همین شپارکاسه رو با اینکه شرایطش مثلا امروز بده من نمیگم شپارکاسه بده شپارکاسه یا هر بانک دیگه ای امروز ممکنه شرایطش ایدئال باشه فردا بد باشه دوباره دو ماه بعد خوب باشه سود بانک هر روز میره بالا پایین همین بانکی که مثلا شرایطش خوب نیست و باش تماس میگیرم صحبت میکنم مکاتبه میکنم و میگم که آقا شما یه خونه ای گذاشتن همکاراتون که مشتری من میخواد همون خونه رو بخره میشه یه کاری بکنید که بتونیم وامش رو بگیریم و وامش جور بشه خیلی وقتا این روش جواب میده یعنی با اینکه شرایطش حتی بالاتره اما چون خونه ها رو مثلا همکارشون گذاشتن همکارا هم می زنگ میزنه مثلا میگه بالاخره اینا همدیگه رو میشناسن درسته دوتا ارگان مختلفن اینا مسئول وامن اینا شرکت در واقع املاکی شپارکاسن ولی با هم دیگه کانکشن دارن از این کانکشنه گاهی اوقات میشه استفاده کرد یعنی پس بعضی وقتا این گزینه یک حسنه خیلی وقتا هم نه وقتی میبینیم مثلا بهترین گزینه ما مثلا مال بانک اینگ است داره الان چه میدونم 3 و 88 داره سود میده مال اشباکاسه مثلا 4 و درمه خب معلومه که اشباکاسه یه درصد از اون گرون تاره. اما چون اینگه مثلا وام نمیده به این دلیل و به اون دلیل چون مثلا طرف چه میدونم متأهل فقط یکیشون میخواد وام گیرنده باشه حال دلایل مختلف میایم همین چپاکاسا رو با سود بالاتر اما چون راه دیگه ای نداریم میایم اینجا و با باهاشون صحبت میکنیم و اینا قضیه رو حلش میکنن یعنی وام خیلی ایندیویدوال واقعا فرمول کلی یه سری چیزا فرمول کلی دارن ولی میتونم بگم واقعا 60 70 درصد پرسه های وام کاملا مخصوص همون یه نفر بعد آدم دنبال وام بگرده نه اینکه بگیم خب تو مثلا دنبال وام میخوای بگردی اینقدر حقوقته بستگی داره چه شغلی باشه چه جوری باشه خونه کجا باشه همه اینا رو اول بعد آدم آنالیز کنه بعد ببینه که کدوم بانک کجای آلمان به درد این آدم بهتر می‌خوره اینم گفتم بگم اگر سوال دیگه داشتید تو کامنت ها بنویسید من سعی می‌کنم راجع به سوالایی که راجع خرید خونه یا گرفتن وام مسکن هست براتون ویدیو بیشتر درست کنم که در واقع همه سوالا رو پاسخ بدیم اگر از ویدیو خوشتون اومده خوشحال میشم لایک بذارید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون